آزادی کلمه‌ای که واسه مردم ایران دارن تحریفش میکنن. آزادی کلمه‌ای که دارن به ولنگاری و بیقید و شرط بودن و قانون شکنی معنیش میکنن. دارن تو ذهن مردم ما، تو ذهن دانش آموزای ما تصوری از آزادی ایجاد میکنن که حتی برای مردم کشورهای دیگه هم شاید تعجب آور باشه. اخیراً یک کلیپ دیدم از یه خانومی که به نظر میاد ژاپنی باشه، برخی از قوانین مدارس ژاپن رو توضیح میده. قوانینی که اگه الان به دانش آموزای ایرانی بگی شاید جلوت وایسن و بگن این قوانین بی خود ما اجرا نمی کنی. همون دانش آموزایی که شاید عشق ژاپن هم باشن و اگه بتونن با کله میرن ژاپن. حالا کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعدش درباره‌اش حرف میزنیم. In Japanese school you cannot wear makeup or wear earrings or necklace. And if you have long hair, you have to tie your hair with black elastics. You cannot dye your hair or you cannot paint your nails, and you have to cut the nail really, really short. And no drinks or food during classes. خب چطور بود؟ پسندیدید یا نه؟ قوانینش منطقی بود یا سختگیرانه؟ این قوانینی که شنیدید حتی بعضیاش تو مدارس ایران هم وجود نداره و در این حد نیست. البته تو مدارس ایران اگه هم قوانینی وجود داشته باشه، برای مثال اگه لاک زدن ممنوع باشه مثل ژاپن، یا گردنبند داشتن تو مدرسه ممنوع باشه و مدیر یا معلم به خاطر اینا به دانش آموز تذکر بده و جریمه شون کنه، شاید بعضی از دانش آموزا نادیده بگیرن و بعضیا بر این اساس که مدیر یا معلم داره آزادی رو از اونا میگیره مخالفت کنن و کارشون رو ادامه بدن. جوری رسانه‌ها دارن آزادی رو تحریف میکنن واسه دانش آموزای ایرانی که دانش آموزا فکر میکنن وقتی مدیر مثلا به آرای شلاک زدنشون گیر میده یعنی دیکتاتوری، یعنی زندان، یعنی نبود آزادی. در حالی که تو کشورهای مختلف در مدارس برای حفظ نظم و بالا نگه داشتن سطح علمی مدرسه و برای جلوگیری از ولنگاری و حواس پرتی دانش آموزا قوانینی وضع میکنن مثل همین ژاپن. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که دشمنای ایران به بهانه آزادی و مثلا حجاب اختیاری دارن در افراد جهل تزریق میکنن. حرفشون حجاب اختیاریه ولی جوری تبلیغ میکنن که دانش آموز حتی به قوانین مدرسه که ممکنه تو کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه احترام نذاره، هنجار شکنی و ایجاد بی‌نظمی کنه و فکر کنه الان چه کار شاخی داره انجام میده در راه آزادی، در حالی که این فرد افتاده تو دام تبلیغات ایران ستیزان. دشمنای ایران با تحریف معنای آزادی به دنبال زدن ملت ایرانه و این همون جنگ نرمیه که سالها گفته میشد و رهبری هم روش تاکید داشت. جنگ نرم افرادو به مسلخ میبره جوری که خودشون هم متوجه نمیشن.